سه دو پنج. یک. عزیزای دل سلام، وقتتان بخیر، خسته و مانده نباشین. آرزو میکنیم که حال همهتان خوب باشه و روز و روزگارتان هم خوش. عزیزا میبینیم که ما در یک جای جدید هستیم، در یک مکان جدید و در یک خانه جدید. دوستای عزیز ما سلام، روزتان بخیر، خدا کنه که صحتمند و سالم باشین. عزیزا هم که میبینین همین بک‌گراند ما رو شما برای اولین بار است که میبینین و نمیفهمین که اینجا کجا هست. دیگه عزیزا باید بگویم که اینجا خانه جدید ما و محمد رضا جان است. دیگه در سرپناه جدیده تجریه نظامی برنامه شما با ما باشین و ببینین که خانه جدید ما چی رقم است، چی داره، چی نداره، چی مشکلات داره، چی خوبی هایی داره. آره عزیزم، اول بگویم که اصلا سایه زیر خبر نداریم کجاست، فقط خبر داریم که در سطح کلام کویته میشه دیگه. نه دیگه دوستا پیدا کرده به لطف خانواده سلیمی، زیای عزیز سلیمی و خانواده نازنینش، این می جای پیدا کنیم عزیزان و این ویدیو را میگیریم به خاطر خاطر جمعی فامیلای ما و فاطمه جان و شما عزیزان. هم پدر جان مادر جان من نگران است، هم پدر جان مادر جان فاطمه جان این تفترم رفت، هم پدر جان مادر جان فاطمه جان نگران بود که شما کجا هستین، جای دارین ندارین. این عزیزان بالاخره ما یک جای پیدا کردیم و ببینیم که چه رقم جای است. به نظر ما فاطمه جان خوب است. آره هر رقم باشه ما خیلی خوشحالیم که بالاخره یک جایی را پیدا کردیم که در اونجا میتونیم که روز شب ما را تیر کنیم و همراه شما عزیزا ارتباط داشته باشیم، برنامه ما را بسازیم و زندگی ما را بگذرانیم. دیگه شما عزیزا با ما باشید، دیگه وقت نشان میدیم خیلی خانه چی داره، چه رقم جای است و چه امکانات داره. و عزیزایی که مثلا ممکن از افغانستان کویته بیاید یا مثلا از خارج کویته بیاید، چکر بیاید یا اول پرسی دوستا بیاید یا برای موقتا بیاید اینجا چند ماه را زندگی کنم، اینمیا تمام معلومات را برایتان شریک میکنیم و میریم میبینیم چی رقم خانه است. خب فاطمه جان از امی اول شروع کنیم. خب اینجا چی است؟ اینجا دست یک دانه اتفاق خورد است. خب برای انباردانی است دیگه. انبار است ها؟ انبار ها. خب امی افغانک است، ماشالله وسایلشان زیاد است. هر جایی که باشه باز اینجا میکنن بانن دیگه. خب دیگه اینی قسمت هم که میبینن دستا اینجا حولی ما است دیگه. خب حولی یک خورده ولی تمیز است. خوبه اینو پشت بام است دیگه نه؟ پشت بام هم مربوط تو است دیگه نه؟ این مربوط ما میشه دیگه. خب مربوط از اینمی واحدی است که ما گرفتیم. خب آره. اینی هم دوستای عزیز انبار یا انبار؟ انبار یا انبار فاطمه جان؟ انبار دیگه. خب اون هم تانکر آب است نه؟ آره اون تانکر آب است. اینجا میگه نوسیله است که این مربوط آب گرم کن میشه که فلانی غیر فعال است. گازش نمیه نه؟ آه این گاز چون لوله کشی نشده؟ خب اون قسمتش غیر فعاله کار. خب این عزیزان یعنی پشت بام خلاصه یک جایی است که میتونیم بیم دفتر بشینیم یک چند لحظه ای را چند قصه کنیم. هم دیگه اول گرم باشم من میتونم بینیم دیگه لباس هم بشویم دیگه دینی تنبا وزیر را بیندازم. خب بریم داخل. من فلیه را یک تازه گرفتم بخی مکمه. خب اینی هم یک تونه دهلیز. یک تو دهلیز خب طرف دارم. خب دوگه که این اینجا این دروازه کستم همون دستشوی کستم. سرویس بهداشتیش بگفتی؟ سرویس بهداشتیش دوگه بگفتی خیلی ها. آره این قسمت هردی یک جای هستم. یعنی دهلیز شم جای گرمه دیگه نه؟ دهلیز شم خوب افتاو داره از طرف روز. خب این صبح قدم از طرف شب افتاو نداره؟ خب من روز از طرف شب محتاب داره. خب دیگه این یه اتاق که هستم؟ خب آشپزخانه. نه عزیزم اون تو یک آشپزخانه بسیار ساده گر ساده؟ مختصر برای ما فاطمه جان جور شده ای نه؟ خب یک تلکینه
خوشحالی آزاد می خواهم صاحب خانه می گفت که خوبی شمالت دارم شمالت حتی وقتی که هوا زیاد گرم می باشه اینجا سرد خواهم خواهم اینجا نزده اینجا پاکاری هم دارم پاکاری آره باید تمیز شده اینجا شده خواهم ساده است من ولی خوبه بر من محمد رزا میتونه زندگی گذاره میشه نه؟ گذاره آره اینا سقفش عزیزا دیگه اینیا کشری آویش اینا رو باید ما تو یک روز ترتمیز کنیم فاطمه جان آره دیگه دهلیزم که دیدین خب دیگه جان کنفیر برقش هست بر دوستان شما بگم خب خیلی برق برقم درجه شد 38 هست خیلی خوبه نه؟ یه زد چوش کنم؟ آه یک چای دوش میکنم خب؟ آره بره خب آلی میره با نظر نشون بکن خب؟ باز اینجا... بردش اینجا یه دروازه کرد این بالکن شد دیگه خب؟ اینو میباریک خب؟ دیگه اینجا میشه ایدان وقت دادم پیستاد شد یک نفس تازه کنم هوایی بگیره آره؟ آره خب سرکه دیگه خانه اینجا اینجا یک نمونیش اینو میازم و اینجا هم هست یک دونه اتاق هست خب اتاق نشیمه واو این فرش هم داره فرش هم داره این فرش هست از صاحب خانه هست خب ولی گفت که ما کار نداریم میتونه شما از این استفاده کنیم دستشان درد نکنم فرش خدا دیگه ما فقط یک کم وسایل نیاز داریم کار بخریم و داریم خانه دیگه بیاریم شم و از زندگی کنیم انشالله انشالله دیگه یک کلکین رو بفته و داره از صبح بفته و میه تا بعد از زور دیگه یک کلکین هم اینیس هم داره دور نمایش نمیفهم کجا میشه قریا و جا و ناحیه ها رو ما بلد نیستیم و نمیشناسیم هنوز که بلد میشیم بخیر دیگه 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 یک ساکت برق داره اینجا این برق نیست هم فاطمه جان؟ بیشتر بود خب؟ آره دو دارم آنه آنه اینه خب اینو برقش هم هست هم این سیستم لایت شد که میگنیم همه ریزی خوب طراحی شده چند رنگ داره سفید کار شده صورتی و یاسمندی خب دیگه جایش خورده ولی خوبه برای دو نفر ما تو خود دایم نیستیم دیگه ولی موقت دیگه فکر کنم می بهترین جایی بود نه؟ که میتونستم پیدا کنیم که سلیمی برار لطف کردن جایره برای ما پیدا کردن و جرامت کردیم دیگه فقط گاز نداره معمولا خانه کویته اکثرا گاز داره این گازش تال جور نشده یا شاید در این نایه گاز نامده چی رقم نه؟ اینی رد من از بخاری است شاید از بخاری باشه نه؟ آره دیگه یک جای فاطمه را جای رضا را اینه می بس زندگی رضا و فاطمه را برای مدتی که اینجا هسته کافیه دیگه دیگه زندگی ما اینه می رقمش تک بگردیم و بگردیم و تجربه کنیم و آدم های جدید دوست های جدید شهر جدید امیدوار هستم که گشتن گشتن بالاخرهش ما را پخته تر بسازم ما را قوی تر بسازم و چیزهای خوب یاد بگیریم با آدم های خوب آشنا شویم دیگه ولی محمد رضا دل آدم خیلی میگیره خب؟ مثلا من تو در کابل تازه یکم که مسائل های ما رو پورا کردیم خانه ما رو جور کردیم یه من لباسی که خانه رو میدیم بس بس باید سر شروع آخه خیر دیگه ای کسایی که از صفر شروع میکنه خیلی آدم های قوی هستن دیگه ما تو از صفر شروع میکنیم و دعا میکنیم که همه چی خوب شوه همه چی آرام شوه گریه نکنی دیگه آخی گریه ممنون رفیق اینجا چقدر ندیدی چقدر دوستای خوب داری؟ چقدر آدم های خوبه؟ چقدر مردم احترامونه تره؟ ها؟ تو خواهست
خیلی آدم های مهربانه نه؟ امی همسایه ما که است از زن صاحب خانه یک خانواده بسیار نازنین و صمیمی و مهربان است که خوشبختانه ما فاطمه جان رو میشناختم دیگه همین دیگه آدم های خوب هستن. این روز اول که دیروز که آمدیم خانه را یک دفعه سر کردیم خانواده خیلی خوب هستن دیگه خوشحالیم از این که همه بیجن چالیم همینا که معلوم میشه خوب آدم هستن دیگه عزیزا امره ما باشین انشالله برنامه ما رو باید از اینی خانه ما بینند آره انشالله عزیزا دیگه تو هم فکر کن که این کوچه های آبی رو گرفته بدیم دیگه طرف مانده است خب کوچه های اون چوکی زرد دیگه طرف است این مثلا خب این من این سر کار ششتم دیگه خب سر کار ششتم خب در کل مسافرت تغییر شهر، تغییر مکان، تغییر جای، تغییر خانه قطعا که دلتنگی خود داره ولی ما که دیدم فاطمه جان تعادل خیلی قوی بود و بازم قوی است ما بر صورتش تلاش میکنیم، کار میکنیم خلاصه زحمت میکشیم تا هم ما و فاطمه جان تا جایی را راحت باشیم و هم خانواده ما فعلا هم فاطمه جان حمایتگر خانواده خود است و هم رضا حمایتگر خانواده خود خانواده ما در کل دیگه عزیزانی را خواستیم پدر جان، مادر جان هر دو طرف و هم دوستای عزیز هم دوستای نازنین ما خیلی مهربان هستن زیاد دمی مدت هم مسیج کردن هم نگران بودن کجا هستین چی میکنین به چی حال هستین دیگه خیلی خوشحالم عزیزا که شما را داریم و وظیفه خود میدانیم که هر کجا که رفتیم هر کجا که بودیم برتان ویدو بانیم چون وقتی شما نگران میشین ما باید شما را از نگرانی بیرون بیاریم آره دیگه تمام بخصوص خانواده و دوستای عزیز ما از نگرانی بیرون شوید ما یک جای سرپناه پیدا کردیم در این شهر جدید بین آدم های جدید خیلی خوبند، خیلی مهربانند، خیلی عزیز هستند دیگه آرزو میکنیم که بتونیم با بچه احسن با دوستای خود با عزیزایی که اینجا سر ما ارتباط برقرار کنیم باعث اذیت و آزارشان نشیم به تمام باورها و رسم و رواجهایی که داره احترام بگذاریم نشیم که خیلی نزدیک هستیم نه؟ آره آدم که کجا فکر میکنه که بخش از کابوله نه؟ بخش از برچیه زبان مشترک ولی خیلی خوشحالم عزیزا که نمی خانه را یافتیم به کمک خانواده عزیز زیا سلیمی که بیادر ما میشه خیلی رفیق است خیلی هم عزیز است بر ما محمد رضا همی خانه را به ما پیدا کردن سلامت باشن همیشه خوشحال باشن زنده باشن دیگه عزیزا این نمی خانه ما است این نمی خانه ما محمد رضا است دیگه هستم عزیزا دیگه چیزی که من خیلی دلگرم میکنه اخلاق اینمی دوستای جدید است اینجا که آمدیم میشناسن یکقدر خوب با صمیمیت گپ میزنن رفتار میکنه که خیلی بار خوشحال میسازه دلگرم میسازه و امو خستگی دوری از وطن خستگی مهاجرت خستگی مسافرت از آدم بخی بیرون میسازه دیگم تا چاشت مثلا اینجا چی دارم؟ افتاب دارم اتاق بعد از جاشت اینجا او فاطمه جانم یک دو دانه میزه پیدا کنیم اینم اینجا بیشینیم و درد دل کنیم و قصه کنیم به یاد کابل ها دیگه آره ممنونتان عزیزم سلامت باشین یعنی ویدیو فقط به خاطر جمعی شما عزیزا بود
بخاطر خاطر جمعی فامیلای ما که هر لحظه زنگ می زدن، هر لحظه پیام می دادن که شما چی کردین، جای پیدا کردین، نکردین، شما یخ نزنن، شما او دارین، ندارین، شما پیسه دارین، ندارین. این دوست عزیز خاطر خاطر همه تانجا ما دیگه به سرپناه نیستیم، گرچند تا حالم که بودیم خانواده سلیمی مثل خانواده خود ما رفتار کرده، هوای ما رو داشته و میرم که ما و فاطمه جان پشت خانه برآمدیم، اونا به خیصر ما قاشتن که شما خانه رو چی میکنید تا زمان که هستین خانه ما باشین. ما گفتیم نه، شما مسئولیت خود دارین، کار خود دارین، دیگه ما مزایم شما نمیشیم. همین قدرش هم یک قلب یک قلب یک قلب از شما سپاسگزار هستیم. خب فاطمه جان دیگه چیز میگی؟ دوستان منتظر برنامه ما باشند که از کویتا به خیر ثبت میکنیم. آره. و همه تا آیسته آیسته با مردم کویتا آشنا میشیم که اکثریتشون افغانای خود ما هستن، مردم افغانستان. آره. ما که در اینجا آمدن دیگه امروی خود مردم پاکستان، امروی فرهنگشان، امروی لباسشان، امروی غذایشان دیگه دوستان باشن، فقط ببینن هم تو ما با محیط جدید بیشتر آشنا میشیم، شما هم از طریق ما آشنا میشیم. آره، برنامه قشنگ قشنگ از شهر خوب، از شهر زیبا و صمیمی براتون میگیریم. از زمان خانم فاطمه جان گفت از تمام جایش، از رستورانتاش، از مغازاش یا دکاناش، از اینا هست، همه ویدیو میگیریم و همراه شما از شریک میکنیم و شما هم لطفا دیگه خاطرتان جمع جمع باشه از طرف ما. ما خوب هستیم، فاطمه جان خوب است و همه چیزم انشالله که به خوبی پیش میره و انشالله که پیش برن دیگه. قربانتان، ما اگر مسافر باشیم، ما اگر مهاجر باشیم، ما اگر در وطن خود باشیم، ما اگر در خانه خود باشیم، ما اگر دور باشیم، اگر نزدیک باشیم، شما عزیزا را دوست داریم.